رو در بر بگیره. ما خیلی تلاش دیو کلی رو به شما بگیم، اینکه بحث های مختلفی که تو شما توی استارتاپتون میتونید ازش کمک بگیرید، و حالا بسته به اینکه تیمتون در چه استیجی وجود داره، چه تیم ممبرهایی دارید، دارید چی کار میکنید، در چه استیجی هستی که پری پروداکتید، پروداکتتون آماده است، مارکت فیت پروداکتتون، حالا دارید تست های بعدیش رو انجام میدید و چه اتفاقی داره براش میفته، میتونه این مباحث کاملا برای شما متفاوت باشه و کاستومایز بشه. من شبین مشایخ هستم، تقریبا 10-12 ساله توی زمینه دیجیتال دارم فعالیت میکنم. کار من به دو دسته اصلی تقسیم میشه. دسته اصلی کار من دیجیتال دیزاینینگ یا پروداکت دیزاینینگ و سرویس دیزاینینگ هستش، که این هستش که بیا محصولاتی رو بسازم که آدم‌ها، یا خدماتی رو بسازم که آدم‌ها اون رو میخوان و ازش استفاده بکنن. اما یه بخش دیگه زندگی من تقسیم میشه به قسمتی که آدم‌ها اومدن یک محصولی رو ساختن یا یک سرویس رو ساختن، و من به عنوان کسی که کار آنلاین مارکتینگ و دیجیتال ادورتیزینگ میکنم کمکشون میکنم که اونها رو به گوشه مخاطب‌های خودشون برسونم. بیایم بحث خودمون رو شروع بکنیم. من معمولا همه صحبت‌های خودم رو با این جمله شروع میکنم: تفاوت بین آسانسور و پله برقی. تفاوتی که بین آسانسور و پله برقی وجود داره این هستش که موقعی که آسانسور از کار میفته، کلن از کار میفته و دیگه قابل استفاده نیستش، ولی موقعی که پله برقی از کار میفته، تبدیل به پله میشه و شما کماکان میتونید اون فیچری که براش ازش استفاده میکردید، یعنی رفتن از یک طبقه به یک طبقه دیگر رو، کماکان داشته باشید و فقط یه مقداری سخت‌تر میشه. برای موقعی که ما راجع به محصولات خودمون میایم صحبت میکنیم، همیشه اولین چیزی که میایم راجبش حرف میزنیم این هستش که وای چقدر خوشگله، چقدر قابل کاربرده، وای مثلا این فیچرشو دیدی بهش اضافه کردم، این کارو میکنه اینجوری اونها. در صورتی که اصلا درگیر این چیزها شدن کار درستی نیستش. مهمترین چیز این هستش که شما قبل از هر چیزی ببینید که محصولتون اون فانکشنی که برای ساخته شده رو انجام میده یا نمیده در هر شرایطی. در مرحله بعد چقدر یوزبله. فرض کنید شما دارید یک محصولی درست میکنید که کار سرچ قرار رو انجام بده. اول از همه سرچش کار میکنه یا نه، فانکشنی درست هست یا نه. در مرحله بعد میگید اوکی، خود سرچ هم کار میکنه. اما طرف اومده سرچ بکنه، بعد حتی داره جوابشون میده، این سرچ چقدر داره درست کار میکنه؟ پس فانکشن درست هست، داره ریسپانس میده، ولی یوزبل نیستش. در مرحله بعد شما میگید چقدر لرنبله، چقدر قابل یادگیریه یا چقدر تکرار پذیره. اگه کاربر من دوباره اومدش توی صفحه مثل گوگل، آیا میدونه کجا باید سرچ کنه؟ آیا میدونه ریزالت ها بهش چجوری نمایش داده میشه و چیزهای شبیه به این؟ و بعد در مرحله آخر میگیم چقدر دیلایتفول هستش، چقدر جذابه، شکلش این شکلیه، سایزش انقدریه، کاراش این شکلیه. یعنی اون چیزی که به عنوان یوناخته میشه که شامل فونت و لی اوت و تمام چیزهای شبیه به این میشه، چیزی که همه آدم‌ها اول روش تمرکز میکنن، در صورتی که تمرکز ما باید جای دیگه باشه. اما واقعا UX چی هستش؟ اگر UX رو بخوایم با هم صحبت بکنیم، UX یه پروسه‌ای هستش که باعث میشه که میزان رضایت مشتری شما بالا بره و اونها رو تبدیل بکنه به مشتری‌هایی که لویال هستن. این کار رو با چه تکنیک‌هایی انجام میده؟ به وسیله اینکه محصول شما رو قابل استفاده بکنه، استفادهش رو راحت‌تر بکنه، پروداکتتون بتونه با مشتری خودش اینتراکشن‌های مختلف خودش رو داشته باشه و باعث بشه که کاستومرتون موقعی که از اون محصولتون استفاده می‌کنه یا از اون خدماتتون استفاده می‌کنه، حال بهتری داشته باشه. این حال بهتر حتما همیشه قرار نیستش که یکسان باشه. مثلا برای مثال اگر فلان محصول یا فرام برند این کار رو اینجوری انجام داده، دلیل نمیشه که دقیقا شما بیاید همون کار رو همونجوری انجام بدید. برای مثال میلچیمپ یه سرویسی هستش که شما میتونید ایمیل های خودتون رو به صورت اتوماتیک ست بکنید که بفرستید و اینها. میلچیمپ شما موقعی که ایمیلتون رو دارید ست میکنید،
در اصل کار سختی رو دارید انجام میدید. اومده از یک کاراکتری استفاده کرده که یک کاراکتر میمونه که موقعی که تمام کاراتون انجام میشه یه پاپ اپ باز میشه براتون و میمونه میزنه قدش. دمتون گرم که این کمپین رو ساخت. یه اکسپریانس خیلی خیلی لحظه‌ای که خسته هستید و خسته شدید از ساختن این کمپین و اون میمونه میاد های فایو میزنه بهتون و شما حالتون بهتر میشه. همین اکسپریانس رو بردارید ببرید توی یک سیستمی که طرف روزانه باید شروع کنه یک سری فاکتور زدن و حسابرس جایی هستش و هر روز نیاز داره که فاکتور بزنه، مثلا روزی 60 70 تا فاکتور میزنه. اگه آخر همه فاکتورهایی که میزنه میمونه بیاد بزنه قدش، بعد فاکتور 10 و 20 دیگه بیشتر شبیه کتک میشه تا اینکه حال خوبی رو داشته باشه. برای شما موقعی که یک یوزر اکسپریانس، یک اتفاق خیلی 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 خوبی رو از یک جای برداشتید بردید توی دل یک سیستم دیگه نشوندیدش، همیشه اون ریسپانس رو نمیگیریم، ممکنه کاملا ریسپانس متفاوتی از آن بگیرید. اما اینا همه اول من توی کل صحبتام چند تا توهم دارم. این اولین توهمیه که همیشه وجود داره و من تلاش میکنم همیشه این رو همون اول از مهمه برن، این که اکثر مواقع یو آی و یو ایکس رو یه چیز میدونن یا با یه اسلش جداش میکنن. بارها شده تو پوسترهایی که حتی خود من هستم اسم من رو نوشتن یو آی یو ایکس دیزاینر. همین الان سشن ما هم در راست رو نگاه کنید یو آی یو ایکس هایی که این دوتا دنیا از هم جدا نیست ولی یکی هم نیستش، یک چیز نیستش. میتونم با یه مثال براتون دیتیل تر توضیحش بدم. فرض کنید شما میخواید یک چای بخورید. آیا برای بقیه دوستانم صدا اکو داره؟ دوستان برای شما هم صدا اکو داره؟ نمیدونم اینو الان چجوری میشه بهتر. من تلاش میکنم که آهسته تر صحبت بکنم که اگر قطعی هم داشتش مطلب زیادی رو از دست ندید، یا میزان تکون خودم کمتر بکنم که این کمتر بشه. فرض کنید شما میخواید چای نوش جام بکنید. هر آن چیزی که از اون لیوان دارید میبینید، اندازش، سایزش، رنگی، کل متن شده، این میشه یو آیش، میشه اون چیز ظاهری که شما دارید باهاش به عنوان رجی ارتباط برقرار میکنید برای نوش جان کردن اون چای. اما یو ایکسش میشه از همون لحظه اولی که میبینیدش، بعد اونو میاید ورش میدارید. موقعی که دارید لیوانو ور میدارید آیا دستگیرش جوری هست که بتونید راحت وردارید؟ اصلا دستگیره داره یا نداره؟ در مرحله بعد اگه نداره دستتون رو به لیوان میگیرید، دستتون میسوزه یا نمیسوزه؟ بعد میارید جلوی دهنتون میخواید نوش جانش بکنید، اون لحظه دهنش انقدر بزرگ هستش که بتونید راحت بخورین، یا زیادی بزرگ میرزه روتون یا زیادی کوچیک دماغتون میسوزه؟ در مرحله بعد موقعی که نوش جان کردید خود اون چاییه بوش، عطرش، طعمش، اون اکسپریانسی که ازش داشتید حالتون رو بهتر میکنه یا نه؟ بعد شما لیوان رو میخواید روی زمین قرار بدید، کفش سطحش جوری تر بده که لیوان درست روی زمین قرار بگیره یا نه ممکنه بریزه. کل فرایند از لحظه که لیوان رو دیدید تا لحظه که برداشتید نوش جان کردید و بعد دوباره روی زمین گذاشتید، کل این میشه یوزر اکسپریانس شما از نوشیدن اون چای. فقط اون چای داخلش نمیشه، ما گیر میدیم به اون چای داخلش، میگیم که آقا بیا اون چای رو خوب بکنیم، کل اتفاق خوب میشه، در صورتی که یک روند، یک فرایند از یک نقطه شروع میشه به یک نقطه تموم میشه و این نقطه که تموم میشه باز هم تموم نمیشه. یعنی شما ممکنه حتی موقعی که چای رو گذاشتید زمین همون لحظه برید توی سوشال مدیا گوشیتون رو در بیارید، عکس بگیرید، با بقیه شیر کنید، بگید چقدر چای خوبی بودش، یا از فضای کاریتون عکس بگیرید، اون دوستان رو تگ بکنید. یعنی ممکنه حتی همون لحظه هم تموم نشه اون اکسپریانس شما و شما اون رو با یک دنیای دیگه ای شیر بکنید. ما یک اصطلاحی داریم به اسم Zero Moment of Truth. این رو سرچ بکنید. این اصطلاحی هستش که گوگل توی سال تقریبا 2010 اگر اشتباه نکنم وارد بازار کردش و راجع
به شروع کردن. زیرا مومنت آف تروت میاد لاجبه این صحبت میکنه که ما قبلا توی بازارمون یه فرست مومنت آف تروت داشتیم و یه سیکند مومنت آف تروت داشتیم. فرست مومنت آف تروت لحظه اولی بودش که مشتری شما میاد با محصول شما ارتباط برقرار. لحظه اول هر آن چیزی که از فضا و همه چیزها داره میبینه اون فرست ایمپرشنه یه تأثیر روش میذاره. بعد میادش رو ازش استفاده میکنه، میشه سکند مومنت آف تروت شما، میشه اون اکسپریانسش، اون تجربه‌ای که از محصول شما یا خدمات شما میگیره. توی دنیای قدیم میگفتن همین، یه فرست داریم یه سکند داریم، اگه سکنده حالش خوب باشه بقیه راجبش خوب حرف میزنن و اون رو به گوش بقیه میرسونن. بنابراین میمونن تبلیغات میکردن که آدم ها بیان روی فرسته که به سکنده تبدیل بشه. اما 2010 گوگل اومد گفت نه بابا به خدا اینجوری نیستش، خیلی دنیا عوض شده، الان دیگه یه لحظه صفری داریم. اون لحظه صفر لحظه ایه که آدم ها میان و راجع به محصول شما نظر دارن، یعنی رفتن ریویو های بقیه رو خوندن، رفتن توی سوشال مدیا ها، رفتن جاهای مختلف راجع به محصول شما شنیدن. موقعی که اپو میخواستن دانلود کنن اون ریویو آدم ها رو خوندن. بنابراین با یک دیدگاه اولیه میان، اونقدر خام و خالص نمیان توی محصول شما. و از اون ور هم آدم ها موقعی که محصول شما رو اکسپریانس میکنن یه التیمیت مومنت آف تروت دارن که اون نظر خودشون، اکسپریانس خود رو میان با دنیای بیرون خودشون به اشتراک میذارن. اینجاست که اون نظر بقیه است که فیدبک اولیه آدم ها رو میاره، به وجود میاره. خواستم این رو براتون بازش بکنم و یه مقداری بیشتر توضیح بدم. موقع که میگیم UI صفر تا صد یک چیز رو طراحی میکنیم، موقع که داریم راجع به دیزاین حرف میزنیم، دیزاین به معنای طراحی و گرافیک و خوشگل بازی و این هنای پرابلم سالوینگ، یعنی شما میاد یک مشکلی رو حل میکنید. کل اتفاقی که داره کسب و کار شما بر اساس اون بنا میشه، فقط خوشگلیش نیستش، بخش خوشگلش، بخش جایی که اون کوه یختون از آب میزنه بیرون میشه یو آی شما، اونجایی که دیگه رنگ بهش میدید، لیاوتتون رو درست میکنید، کالر میدید، نمیدونم فونت انجام میدید، روش فونت تایپتون انتخاب میکنید و کل کارهای شبیه به این که مربوط به ظاهری میشه که کل اون فضایی که دیزاین کردید قرار هستش با مخاطب بیرونی خودش ارتباط برقرار بکنه. بریم با هم جلوتر. داریم راجع به UX حرف میزنیم. شما قبل از من کارگاه های اجایل داشتید، اسکرام داشتید، لین داشتید اگر اشتباه نکنم، چیزی که به من گفته شده، و ما توی بحث UX هم لین UX رو کماکان داریم. یعنی تمام اون کارهایی که شما توی لین انجام میدادید، میگفتید که اول مشکل رو پیدا بکن، زودتر یه چیزی رو بساز، به بازارت ارائه بده و اون بازارت بهت فیدبک میده که این خوبه یا بده و اون رو سریعتر و سریعتر و سریعتر درستش بکن. میومدیم برای اون یه پروسه‌ای در اصل درست میکردیم که این پروسه خیلی خیلی شبیه به پروسه دیزاین که دیزاین تینکینگ هم دقیقاً پروسه، برندینگ میخواین بکنید دقیقاً پروسش همینه، انواع کارهایی که میخواید یک کسب و کار رو درست بکنید دقیقا پرسش همینه. شرط فعلیتون رو بدونید چیه، مشکلاتش رو حدس بزنید یا پیدا بکنید یا بنچمارک بکنید و بعد در مرحله بعد براش راه حل پیدا بکنید، راه حل هاتون رو تبدیل به یک چیزهایی بکنید که بتونید ازش فیدبک بگیرید. حالا میتونه پروتوتایپ باشه، میتونه انواع چیزهای مختلف باشه که بتونید از بازار خودتون فیدبک بگیرید و بعد اون رو تستش بکنید و بعد دوباره این چرخه میچرخه و به ایتریشن بعدی خودش میرسه. اما معمولا به اینجا که میرسیم توی بحث‌های استارتاپی، MVP خیلی 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 بولد میشه، باب میشه، راجبش صحبت میشه و بچه‌ها روی MVP خیلی گیر میکنن. تجربه این 4 ساله من این بوده. MVP رو همتون میدونیم، Minimum Viable Product هستش. نمیخوام ترجمهش بکنم براتون، اما خیلی خیلی دوست دارم به من بگید که MVP رو ما برای چی درست میکنی. ممنون میشم توی کامنت ها شروع کنید با من، نمیخوام مونولوگ باشه، میخوام شماها هم اینتراکشن داشته باشید. به من بگید MVP رو برای چی درست میکنید، الان برای چی MVP درست کردید.
تا شما جواب میدید. MVP معمولاً مشکلی که وجود داره اینه که ما دو سر بوم رو داریم توی MVP، یعنی یه سر اولیاش این هستش که انقدر میایم مینیمومش میکنیم که دیگه هیچ چیزی نداره. و دقیقاً تست رفتار یوزری که الان دوستتون نوشته به اون نمیرسیم، چون یوزره دیگه اصلا چیزی از اون محصول رو نمیبینه که بتونه حسش بکنه که در مرحله بعد بتونید تستش بکنید، تحلیلش بکنید، آنالیزش بکنید اون رفتار رو و بفهمید مشکل از کجا بوده و چجوری میتونید بهترش بکنید. اون ور بوم هم داریم، طرف میاد دیجیکالا درست میکنه، میگه MVP من، یعنی میاد انباع اقسام کارها و چیزهای مختلف رو میاره توی دلش قرار میده و بعد میگه که باید حتما همه اینها رو در کنار حتما کار بکنه و مثلا یک سال داره یه تلاشی رو انجام میده تا یک محصولی رو درست بکنه و آخرش اسمش گوشه MVP تازه. اینو در نظر داشته باشید که تو دنیای الان یه مقداری از روی MVP رفتن جلوتر و حالا انواع اسمهای مختلف رو براش گذاشتن، ولی من بهش میگم مینیمم وایبل اکسپریانس، حداقل محصولی که بتونه اکسپریانس درست مشتری شما رو در بیاره، شما بتونید درست تستش بکنید، درست احساس آدم‌ها رو در بیارید و بعد بر اساس اون احساس‌ها، بر اساس اون فیدبک‌ها بتونید محصول خودتون رو بهتر بکنید. پس اینی که گیر می‌کنید تو این که من الان این فیچر رو داشته باشم یا این فیچر رو نداشته باشم یا این فیچر بره فاز بعدی یا الان باشه یا تمام این چیزها، با همین نکته حل میشه. نکته اینه که آیا اون محصولی که توی ذهن شماست که بسازید با داشتن این فیچرها میتواند حداقل اکسپریانسی که کاربر شما میخواد ازش داشته باشد داره یا نداره؟ که MVP دارید برای خودتون. اگه نداره نیاز بهش اد بکنید، اگه زیاد از حد داره نیاز بکنید که بتونید روی اون چیز خاصی که میخواید فیدبک بگیرید. اما بریم با هم جلوتر. برای اینکه این کار رو بکنیم، اولین کاری که باید انجام بدین این هستش که مشتریان خودتون رو بهتر بشناسید. قاعدتا بومتون رو در آوردید، بیزنس مدلتون رو تقریبا در آوردید و تقریبا میدونید مشتریای خودتون کی هستن. مشتریای شما اون کاستومر سگمنت خودتون، اون قسمت خاصی از مشتریاتون که در آوردید، حالا ما میایم طراحیمون رو برای اونها انجام میدیم. همیشه همینه، همیشه موقعی که شما یک کسب و کاری رو درست میکنید اول از همه میبینید مخاطب بیزنستون چه کسی هستش و بعد برای اون مخاطب ها شروع میکنید طراحی کردن. داریم راجع به مارکتینگ صحبت میکنیم، اول از همه میخوای ببینید مخاطبات کیه که کمپین مارکتینگی که میبندی درست باشه. داریم راجع به دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنیم، مثلا سوشال مدیا مارکتینگ صحبت میکنیم. اولین کاری که میکنیم که ببینیم مخاطبات کیه، حالا مخاطبات تو کدوم پلتفرم هستن و من میرم اونجا و به زبون اونها باهاشون صحبت میکنم. داریم ایمیل مارکتینگ میکنیم، میخوای ببینیم اصلا طرف ایمیل داره یا نه. یه پیرمرد 80 سال است که حتی کامپیوتر هم نداره، به زور داره با یه اسمارت فون کار میکنه. میخوای برندینگ بکنی، اولین کاری که میکنی اینه که ببینی باز بازار مخاطبت چه کسی هستش تا برند خودت رو بر اساس اونها درست بکنی، یا چه قسمتی از بازار چه مخاطبهایی رو تشکیل میده که کسی سراغش نرفته و برند پوزیشن خودت رو اونجا قرار بدی. پس مثل تمام کارهای دیگه‌ای که ما می‌کنیم برای کسب و کارمون، اولین کاری که می‌کنیم این هستش که یوزرهای خودمون رو می‌شناسیم. اما اینجا یه مقداری دیتیل‌تر میایم راجع به یوزرهامون، باهاشون آشنا میشیم. کاری که می‌کنیم این هستش که یوزر پرسونا در میاریم. بعد اینکه کاستمر سگمنتتون در اومد، گفتید آقا دسته مشتریای ما اینها هستن، توی دل همه اونها هم شما نمیتونید با همشون صحبت بکنید. اینجا بیزنس ها از همین نقطه دو دسته میشن. دسته اول بیزنس هایی هستن که آلردی وجود دارن. بیزنس هایی که وجود دارن با کردن دیتا هایی که دارن و کارهای شبیه این میتونه که ارلی ادپترهاشون کدومن، چه یوزر هایی دارن، چه یوزر های بیشترین تراکنششون باهاشون دارن، در کل کدوم یوزرهاشون حالشون باهاشون بهتره و سراغ اونها برن تا بیزنسشون بزرگ بشه و بعد یوزرهای بیشتری رو داشته باشه. اما دسته دوم دسته هستن که اکثرا استارتاپ ها جزو اونها قرار میگیرن
میگن آقا من هنوز اصلا محصولم تازه MVP تازه همین بالا نیومده که بدونم چه یوزری دارم، از کجا میتونم اینا رو در بیارم. تمام این حرفایی که از اینجا به بعدش داری میزنی که تو اکثر جاها اکثر آدم ها میگن بابا من اینا رو از کجا در بیارم، دیتاش کجاست، چه جوری باید در بیارم، باید با فکر خودم انجامش بدم یا نه. اولین چیزی که به این دوستان میگیم بنچمارکینگ. بنچمارکینگ این هستش که برید بیزنس های مشابه خودتون رو، چه داخلی چه خارجی، برید آنالیز بکنید و ببینید اونها چه یوزرهایی رو تارگت کردن، اونها دارن با چه یوزرهایی کار میکنن و بعد بر اساس اون جلو برید، اون رو بیس قرار بدید و بعد نالجی هم که خودتون دارید بهش اد بکنید و هی تیونش کنید، هی بهترش کنید، هی بهترش کنید. اکثر مواقع موقعی که بنچ انجام میدید ممکنه فرهنگ ما، مذهب ما، شرایط رفتاری یوزرهای ما خیلی خیلی با یوزرهایی که خارج کشور هستن متفاوت باشن. اما کاری که میکنیم این هستش که شروع میکنیم یوزر پرسوناها رو به وجود آوردن. یوزر پرسوناها نمونه آماری از دسته مشتری های شما هستن. یعنی فرض کنید شما انواع دسته ها رو که دارید میایید براشون یه کاراکتر در نظر میگیرید، میگید فلانی نشین خیلی آدم هست، اهل تک، تکنولوژی، خیلی گیکتور، عاشق مثلا انواع گجت ها هست، در مواقع پای لپتاپش نشسته داره کار میکنه، بیشتر تو توییتر تا اینستاگرام باشه و و و شروع میکنید کاراکتر این آدم رو شکل دادن. اما مهمترین چیزی که توی دل این کاراکتر این آدم ها باید ببینید هدف هاشون و مشکل هاشونه. این دوتا چیز مهمترین چیزشونه. هدف هاشون بعداً برای شما تبدیل به تسک هایی که شما باید انجام بدید و در دل فیچر های شما وجود داشته باشه. مشکلاتشون تبدیل به چه چیزی میشه؟ مشکلاتشون تبدیل به موقعیت شما میشه که بتونید اون رو یا تو محصولتون به وجود بیارید یا اگه دارید ایمپروبش بکنید و فهمید که چجوری باید یه همچین چیزی داشته باشین. این الان یوزر پرسوناهای میل چینپه. موقعی که همچین چیزی داشته باشید شما میدونید دارید با کی حرف میزنید، میدونید برای کی دارید دیزاین میکنید، میدونید مشخصا با چه دسته ای در ارتباط هستید. ممکنه سوال براتون پیش بیادش که آقا کسب و کار ما بی تو بیه، یعنی من یوزر هام آخر روز یک بی تو سی نیست، یک کاستومر نیستش، یک بیزنس دیگه هستش. شما حتی بیزنس ها رو هم میتونید براش همچین چیزی در بیارید، یعنی یک پرسونای بیزنسی براش در بیارید که آقا من دوست دارم این شرکت ها رو تارگت کنم، با اینها صحبت کنم، یوزر های من اینها هستم. باز میگم دو مدل اپروچ داریم. یه موقع هستش میگید در حال حاضر در شرایط فعلی که دارم یوزر های من اینها هستن، جز این دسته ها هستن، اینجوری ان اینجوری رفتار میکنن، این کار میکنن، از این فیچر ها استفاده میکنن. یه موقع هم هستش میگی که من میخوام خودم رو اینجا میخوام برم سراغ این یوز، اینها از من استفاده بکنن، بنابراین میام محصول و خدمات خودم رو جوری درست میکنم که اینها بیان و از من استفاده بکنن. یه نمونه دیگه اش اگه بخوایم ببینین برای دالبی هستش که باز اومده راجبه یوزراش صحبت کرد. یه چیز رو قبل از این که ادامه بدیم و جلو بهتون بگم این که تمام چیزهایی که داریم راجبه صحبت میکنیم قرار نیستش که ماها و اینها از شما زمان بگیره. شما میتونید یک یوزر پرسونا رو خیلی سریع به دست بیارید، برای خودتون بنویسید. علی هستش، 16 ساله، خیلی اهل تکنولوژی، دانشجو هستش. همینی که میگی دانشجوه یعنی هیچ وقت نمیتونی محصول گرون بهش بفروشی. یعنی عاشق تخفیفه. یعنی عاشق چیزهای روز دنیاست. خب اینی که کدوم مدل دانشجوه رو بعداً هی میتونید دیتیل بهش اضافه بکنید. تمام مراحلی که داریم حرف میزنیم و بعداً توی تمام ایتریشن هایی که دارید هی میتونید دیتیل بهش اضافه بکنید و جلوتر برید و بر اساس یوزر خودتون در بیارید. اما الان بر اساس شرایطی که دارید باید ببینید که یوزرهای شما کجا قرار دارن. ما چرا یوزرها رو در میاریم؟ این یوزرها تبدیل به یوزر استوری میشن. بعدی در اصل میگی فلانی که از این فیچر استفاده میکنه برای اینکه به این هدفش برسه. اینها میشه فیچرهای اپلیکیشن شما، فیچرهای وبسایت شما، اینها میشه کارهایی که شما توی سرویستون باید انجام بدید. اگر دارید خدمات ارائه میدید،
و از دل اینجاست که در از کاستومر جرنی مپ شما شروع کنه شکل گرفتن، در اومدن و به وجود اومد. اولین کاری که میکنید برای اونها یوزر پرسوناهای خودتونه که در آوردید، شروع میکنید به اسم امپاتی مپ درست کردن، یا اسمشو گوشن نقشه همدردی، ورژن فارسیش هم هست، بکنید ببینید. در از پرسونای خودتون رو وسط قرار میدید و میگید این آدم در این لحظه چه چیزی میگه، چه چیزی فکر میکنه، چه کاری انجام میده و چه چیزی احساس میکنه. خب این دوتا کارهایی هستش که شما روش نمیتونید تأثیر بذارید. ببخشید، این دوتا، اون که چه چیزی میگه و چه کاری انجام میده، اما این که چه چیزی فکر میکنه و چه چیزی احساس میکنه، شما روی این دوتا کاملا میتونید تأثیر بذارید و با تغییر دادن این دو مورد باعث میشه که این دو مورد هم تغییر کنه. بیایم با هم یه مثال ببینیم. فرض کنیم من وارد یه رستوران میشم. خب موقعی که وارد رستوران میشم، وارد دو دسته رستوران میتونم بشم. دسته اول رستورانیه که فست فوده. محیط ها برای من جوری درست کردن که صدای آهنگ زیاده، صدای نور زیاده، صندلی ها صندلی های راحتی نیست، همه نورها نورهای زیاده، غذا شوره، معمولا رنگ ها رنگ های کاملا جیغ هستش. چرا؟ چون کل شرایط و فضا رو جوری فراهم بکنن که من سریع تر غذای خودم رو بخورم و از اون فضا خارج بشم. اما یه آدم موقعی که میره توی رستوران، نورش کمتره، موسیقی ملایمه، فضایی که میشینه مبلش راحت‌تره، اول از همه گارسون میاد سراغش، منو رو میده، دوباره میره، دوباره میاد اوردر میگیره، دوباره میره، دوباره غذای شما رو میاره و قرار نیستش که شما سری برید اون تو، اون سری از اونجا در بیاید. در اصل با دیزاینی که انجام شده، شما یک کار رو دارید انجام میدید، هدف اصلیتون خوردن غذا، اما با دو تا دیزاین مختلف دارید به دو سبک مختلف کار انجام میدید و با دیزاینی که شده باعث میشه که شما یک سری احساسات و تفکرات براتون به وجود بیاد و این باعث بشه که شما یک سری چیز بگید و یک سری کار انجام بدید. این توی پروداکت های دیجیتال شما هم میتونه باشه، توی اپلیکیشن های شما هم میتونه باشه. بعضی موقع ها مثلا اینقدر رنگ های مختلف تو اپلیکیشنتون استفاده میکنید که طرف که میاد گیج میشه، اصلا نمیدونه باید چی کار بکنه. شما هدفتون اینه که روی بحث دید این باشه که روی این دکمه کلیک بکنه، کاری که باید انجام بده این باشه که روی این دکمه کلیک بکنه، ولی انقدر توی قسمت فکر کردنش و احساس کردنش اونجا رو شلوغ کردید، رنگ‌های مختلف استفاده کردید، طراحیتون نامناسب بوده که به این عمله نمیرسه. اما موقعی که من میخوام امپاتی مپ تشکیل بدم، نمیتونم کلی تشکیل بدم، یعنی بگم آقا کلهم کاربر من چه فکری میکنه، چه احساسی داره و چه کاری انجام میده و چه چیزی میگه. برای اینکه این کارو بکنم، مجبور هستم از چیزی به اسم کاستومر جرنی مپ استفاده بکنم. یادتونه بهتون گفتم که یوزر شما یک نقطه نیست و یک جریان رو باید طراحی بکنید. این کل اون جریانه. برای مثال این جریان اوبر. برای اینکه اوبر رو به دیتیل تر با هم ببینیم، امکان زوم دارید؟ من هم زوم میکنم براتون تا اینجا با هم جلو بریم به دیتیل تر. اول از همه ببخشید که یه مقداری کیفیتش اومده پایین، اما از اینجا با هم شروع میکنیم. کاربر شما برای اینکه بتونید کل این نقشه رو براش بکشید، اولین کاری که میکنید این هستش که کسب و کار خودتون رو به چند دسته تقسیم میکنید. این تقسیم کردن دسته هاش بهش میگن بیزنس استاتیوس های مختلفی که برای شما وجود داره، یا یوزر استاتیوس هایی که وجود داره. اولین استاتیوسی که برای کسب و کاری مثل اوبر وجود داره، اولین استاتیوس دیسکاوریه، یعنی باید تلاش بکنه که ببینه که آیا میخواد اصلا از سیستم آنلاین برای حمل و نقل خودش استفاده بکنه یا نه.
یعنی توی مرحله اول داره با خودش دودله، داره تلاش میکنه که ببینه آه مترو استفاده بکنم، ماشین شخصی خودم ببرم یا استفاده. در مرحله بعد تصمیمش رو گرفته که از سیستمی مثل اسنپ استفاده بکنه، اما از بین سیستمایی که داره میگه آقا اسنپ رو بگیرم، پپسی رو بگیرم، کارپین رو بگیرم، از چه چیزی استفاده بکنم. در مرحله بعد کامیت میکنه، یعنی قبول میکنه که بالاخره میخواهم از یکی از اینها استفاده کنم. برای مثال میگیم اسنپ، پس میگه آقا من میخوام از اسنپ استفاده بکنم، یه کاری رو انجام میده. در مرحله بعد ماشینش میاد، شروع میکنه از اون ماشین استفاده کردن و بعد در مرحله آخر شروع میکنه کامنت دادن به دیگر. حالا ببینید اینو به دیتیل ببینیم. موقعی که ما میگیم بیاید بگید چه احساسی داره، چه کاری میکنه، چه هدفی داره، همینه. فرض کنید آدم رو در شرایط اول قرار میدیم، میگه که آپشن های مختلفی داره. پس اینجا برای خودش دو تا هدف داره. من این فایل واضحش رو فکر کنم بچه ها گذاشتن، ماشاءالله به این سرعت. دست گلتون دارم. اگه خواستید میتونید فایل با کیفیتش رو ببینید اونجا. میادش رو دو تا هدف رو راجع بهش صحبت میکنه. میگه تو این دو تا هدفی که داره، یکی این هستش که اصلا اول از همه تصمیم بگیره که آقا این کاری که میخواد انجام بده کار مناسبی هستش و از بین اپلیکیشن های آنلاین حالا من برم کدوم رو پیدا بکنم. بنابراین تو جایی که شروع میکنه گشتن ما یه چیزی داریم به اسم تاچ پوینت، نقاطی که مشتری شما شروع میکنه با محصول شما ارتباط برقرار کردن. توی این نقطه اپلیکیشن هستش و وبسایت شما هستش و بعد میاد شما خودتون رو میسنجید، میگید آقا کاربرم میخواد تصمیم بگیره که بیاد از اپلیکیشنی مثل من استفاده بکنه، چه هدفهایی رو در این لحظه داره. اینایی که سبز رنگه هدفهایی که حتما داره و حتما شما باید براش برقرار بکنید. اینایی که نارنجی رنگه اونایی که میگه که اگه بود بود، اگه نبود نبود. یعنی برای مثال توی هدف اولش میاد میگه که آقا من میخوام تصمیم بگیرم که حتما از این سیستم استفاده بکنم. اولین چیزی که تو ذهنم اینه که این سیستم همیشه داشت، میگی یه چیزیه که حتما باید باشه. دوم این همه این که در دسترس بود، آیا امن هستش برای من یا امن نیستش برای من. اما سوم چیزی که داره اینه که خب مثلا اسنپ روز داره، این اون نارنجی است، اونیه که حالا نبودم نبود، ولی اگه بود چه بهتر. و بعد میاد میگید که این هدفهای خودش رو کجا دنبالش میگرده، کدوم تاچ پوینت رو میتونه این هدف رو بکنه و بعد میاد راجع به اون تاچ پوینت هاش صحبت میکنه. در مرحله بعد حالا خودتون رو میسنجید، میگید آقا توی این تاچ پوینت من بودم. برای مثال در مرحله بعدش که اینجا هدف بعد اوبر اومده خودش رو سنجیده و گفته که یکی از کارهایی که میکنن اینه که توی وبسایت میرن، توی اینجا هم همینطوره، اومده گفته از بین اپلیکیشن های مختلفی که داره میاد حالا میخواد مقایسه بکنه از لحاظ اینکه توی وبسایت هم بیام خودم رو درست معرفی بکنم یا تو مثلا مارکت و بازار و فلان و اینها بیام ریویو های درستی داشته باشم که آدم ها از کاربرهای مختلفی که وجود دارن بیان من انتخاب بکنن، چقدر درصدم، چقدر اندازم، چقدر میتونه مشتری من رضایت داشته باشه. و همین شروع میکنه ادامه پیدا کردن. حالا توی مرحله بعدی که هستم که میخوام کامیت بکنم، ماشین بگیرم، چه هدفهای دیگه ای دارم، اینجا شروع میکنم از چه چیزهای استفاده کردن. در مرحله بعد گفتم الان بیاید دقت بکنید یه بحث دیگه اضافه شده به اسم خود راننده، یعنی تاچ پوینت مشتری به جای وبسایت شده دیگه اپلیکیشن و راننده. اینجا راننده هم تحت تاثیر قرار میده کل اون کسب و کار رو. من موقعی که کسب و کارمو دارم دیزاین میکنم، اون یوزر اکسپریانسش رو دارم دیزاین میکنم، اگه من بیام تا اینجا دیزاین بکنم راننده هر میخوام سوار ماشینش بشم، مقصد من رو بلد نباشه، رانندگیش خوب نباشه، ماشینش بو بده، هزاران چیز دیگه وجود داشته باشه، این روز اون طرف تاثیر میذاره. در مرحله بعد استفاده میکنم، شروع میکنم منشن کردن. حالا که اینجا دارم منشن میکنم، اگه
طرف تو سوشال میدیا تگ کردم نوشتم فلانی این چه ورزشه، آیا ریسپانسی میگیرم یا نه اصلا کلا هیچ ریسپانسی نمیگیرم. چقدر این فیدبک ها که در از اینجا میشه اتومیت اکسپریانسش که زیروی اون بنده خدایی که اول از همه داشت بین اپلیکیشن های مختلف تصمیم میگرفت که از کدومش استفاده بکنه رو میسازه، چقدر من اینها رو منیج میکنم. توی کل این دقت بکنید، دوتای اولش میشه زیرو مومنت آف تروتش، اون لحظه صفره که داره تصمیم میگیره از این کسب و کار استفاده بکنه. ستای بعدیش توی کامیتش میشه فرست مومنت آف تروت، اون لحظه که کامیت میکنه که استفاده بکنه، اولین باری که با اپلیکیشنتون وبسایتتون ارتباط برقرار میکنه. تو دوتای بعدیش اکسپریانسش رو احساس میکنه و بعد در مرحله آخر التیمته، اون یو ام او تی است که شروع میکنه برای بقیه توضیح دادن، حرف زدن. بعد اینجاست که توی تاچ پوینت هاش اگه نگاه بکنی سوشال مدیاها هم اضافه شدن، مثلا فیسبوک اضافه شده که میگه که آقا اینجا هستی اینجا نیستی، آیا داری جواب کاربرت رو میدی یا نمیدی. انواع مثال های مختلفی واسه کاستومر جرنی مپ ها هستش که حالا این برای لگوه که میگه که حالتون خوبه حالتون بده، همینجور که نشون دادن اینجا انواع تمپلیت ها رو هم فری داره هم میتونید ورژن پولیش رو برید بخرید. توی اینجا دقیقا توی اینجا اتفاقی که میفته این هستش که در از شما میتونید بفهمید کجا حال مشتریتون خوبه کجا حالش داره بد میشه. ما جاهایی که حالش بد میشه یه نقاطی داریم به اسم بریک پوینت. این نقاط موقعی که کاستومر شما هی داره حالش بد میشه حالش بد میشه حالش بد میشه، اگه رسیدگی نکنید، اگر اینجا بهش فیچر ندید، اگر اینجا کر نکنید، یا اون فیچری که دارید خیلی خیلی بد داره کار میکنه، اینجا نقطه ای که ممکنه مشتری شما بشکنه، از پروسه کسب کار شما خارج بشه و دیگه ازتون استفاده نکنه. هرچی میاد بالاتر و بالای این خط قرار میگیره، نقطه ای که کاربر شما یا مشتری شما میتونه به مشتری لویال شما یا وفادار شما تبدیل بشه و هرچی بیشتر این بالا نگهش دارید حالش به کسب و کار شما بهتره. اما بریم توهم بعدی. توهم بعدی این هستش که موقعی که ما تمام این کارها رو میخوایم بکنیم، اولین کاری که میکنیم این هستش که میایم میگیم من اینجوری دوست دارم، به نظر من اینجا باید این فیچر رو داشته باشیم. من میگم که فلان شما مشتری خودتون نیستید. چرا شما مشتری خودتون نیستید؟ اینکه شما اون زمینه رو بهتر از هر کسی دیگه میشناسید، اطلاعات دارید، بارها و بارها از اون اپلیکیشنی که خودتون ساختید و وبسایت و خدماتی که خودتون درست کردید استفاده کردید و میشناسیدش. برای همینه که میگین برید از یوزر واقعی فیدبک بگیرید، نه اینکه من اینجوری فکر میکنم من اونجوریه. اون منه میتونه یک جاهایی تاثیر بذاره، اون جاهایی که باید تخصص وجود داشته باشه، اون تخصص میتونه یو ایکس باشه، میتونه تخصص راجبه اون زمینه خاصی باشه که شما دارید کار میکنید. بی تاثیر نیستش منه، ولی این نیستش که چون من قرمز دوست دارم اپلیکیشن رو قرمز کنیم، یا چون من این فیچر رو بیشتر باش حال میکنم اول بریم این فیچر رو درست بکنیم. مرحله بعدی تا اینجا یاد گرفتید که یوزراتون کیه، یوزر پرسونا براشون در بیارید، در مرحله بعد کاستومر جرنی مپشون رو شروع کنید کشیدن به وسیله امپاتی مپ. حالا از دل اینها فیچرهای شما در میاد. فیچرهای شما سه دسته اصلیه: major feature, sub feature و utility feature. major feature ها فیچر های شما اون رو از اپلیکیشن یا وبسایت بگیرید دیگه کلا اون صفحه معنا پیدا نمی‌کنه. از صفحه اگه نگاه بکنید، اگر من این دکمه افزودن به سبد خرید دیجیکالا رو بردارم، علنا تبدیل به یک مجله میشه که داره راجع به این دوربین بیشتر توضیح میده، قیمتش اینقدره، این عکساشه، این اتفاقاتش، سایزش اینه، فلانش اینه. میجر فیچر این کل این صفحه این دکمه هست که قراره به سبد خرید اضافهش بکنه. من اگه این دکمه رو وردارم دیگه هیچ تأثیری نداره. ما یک سری فیچر دیگه داریم به اسم ساب فیچر. ساب فیچر ها فیچر هایی هستن که کمک میکنه که من این میجر فیچر خودم رو
به بهترین حالت ازش استفاده بکنم یا حتما روش کلیک بکنم. اینجا ساب فیچرها چه چیزایی هستن؟ مثلا عکس‌های بیشتری که برای این دوربین وجود داره، توضیحاتی که وجود داره، ریتینگی که داده، حتی اومده برای اینکه ترغیب کنه من بیشتر این رو بزنم، اومده حتی انتخابم کرده، دو تا فروشنده هستش که این کالا رو داره، این پشتیبانی رو میده، این اطلاعات رو داره، این گارانتی رو داره، قیمت این قیمت اینم اینقدر، باز داره منو ترغیب میکنه که روی این دکمه سبزم شروع کنم کلیک کردم. دیگه از چیزهای دیگه که وجود داره چیه؟ محصول مشابه، ریلیتد پروداکت، برای دوستمون که کار فشن میکنن مثلا ریلیتد ستس، مثلا میگه که این لباسی که دارید میبینید اینو میتونید با این کفش، با این جولری، با این ستش بکنید و بپوشیدش. اینا ساب فیچرهای اون صفحه میشه، ساب فیچرهای اون اپلیکیشن شما میشه که میادش رو توضیح میده و کمک میکنه که شما میجر فیچر خودتون رو انجام بدید. اما ما یه سری یوتیلیتی فیچر هم داریم. یوتیلیتی فیچرها فیچرهایی هستش که شما از ترد پارتی اپلیکیشن ها، از اپلیکیشن های خارجی استفاده میکنید برای اینکه اون فیچر رو داشته باشین. برای مثال موقعی که میخواین لاگین کنین یا ساین اپ بکنید، لاگین و ساین اپ با سوشال مدیا داره، مثلا با گوگل لاگین بکنید، یا مثلا توی وبسایتتون توییتر فیدتون آورده یا اینستاگرام فیدتون آورده. استفاده کردن از اپلیکیشن ها و برنامه های خارجی هستش در داخل وبسایت شما. اما تمام اینا رو از کجا درمیاری؟ تمام اینها رو از دل همون کاستومر جرنی مپتون در میارید که ببینید در اون لحظه، در لحظه ای که مشتریتون اومده تو این صفحه، میجر فیچرش باید چی باشه، یوتیلیتی هاش چی هست که اون تصمیمش رو بتونه بهتر بگیره، ببخشید ساب فیچرش چی هست که بتونه اون تصمیمش رو بهتر بگیره و یوتیلیتی فیچرش چی هستش. نکته بعدی که هستش یا توهم بعدی اینه که میگید که من اگر اینو اینجوری توی بکنم، یوزرها همیشه میدونن که چه چیزی رو میخوان و دقیقا همون کاری که من میخوام رو انجام میدم. این یک توهم کاملا بزرگه. یوزرها همیشه نمیدونن چه چیزی رو میخوان. بیشتر مواقع ما باید نشونشون بدیم که ببین تو این رو میخواستی و باید این رو انتخاب بکنی. اینکه چون این رو دقیقا اینجوری طراحی کردید، اینجوری استفاده میکنم، همچین چیزی وجود نداره. یه توقع داره توی همین راستا این هستش که تمام صفحات شما باید با سه کلیک قابل دسترس باشه، چه اپلیکیشن چه وبسایت. مشکل سه کلیک است، عدد سه است. ممکنه بتونه با هفت کلیک بهش دسترسی پیدا کنه، ممکنه بتونه با دو تا کلیک بهش دسترسی پیدا بکنه. عدد مهم که در اینقدر ثانیه یا در این عدد مهم نیست، مهم اینه که کاربر شما و مشتری شما بتونه به راحت ترین حالت ممکن کاری که شما میخواید رو انجام بده. بیایم یه سایت ای کامرس رو با هم در نظر بگیریم، همین دیجیکالای خودمون. بیایم همه فیچرهاش ازش بگیریم، ساده ترین حالت ممکن رو براش به وجود بیاریم، میتونه اینو بخره، همین دوربینو. وارد دیجیکالا میشه، دوربینو میبینه، روش کلیک میکنه، یک کلیک. وارد یک راجع به محصول شروع کرده توضیح دادن و یه دکمه داره که به سبد خرید اضافه بکن. هیچ کاری دیگه نمیکنه، دکمه رو میزنه به سبد خرید اضافه میشه. وارد سبد خریدش میشه، اونجا کانفرم میکنه که همین تعداد رو میخوادش و اینها، دوباره کلیک میکنه، تا الان شد ست. وارد صفحه میشه که توی سبد خریدش آدرس شهر، حال بعد این رو به یه جا بفرسته دیگه، نمیتونه همجوری باشه که من میگم اسم و فلان و اینا، هیچی نگیره، فقط آدرسشو بگیره که بفرسته برای این بنده خدا. آدرسش رو میگیره، دوباره یک کلیک دیگه میکنه، بعد باید پولش رو پرداخت بکنه. میگه که آقا چجوری میخوای پرداخت بکنی؟ میخوای این دم در منزل بدی؟ میخوای آنلاین بدی؟ چجوری بدی؟ میره برای پرداخت، سه چهار کلیک هم تو پرداخت داره و بعد تازه بهش میتموم شد. یعنی مینیموم ترین حالت ممکن 7 تا 8 کلیک توی ای کامرس. شما نمیتونید هیچ جوری اون بکنید کلیک. بنابراین منظور این نیستش که با سه تا برسی به اون چیزی که میخوای، به این معناست که به راحت ترین حالت ممکن و سریع ترین حالت ممکن برسی بهش. اما توی انجام دادن این کارها یک چیزی که خیلی خیلی کمک ما میکنه توی زمینه UX، Information Architecture، اطلاعات، معماری اطلاعات به ما کمک میکنه که بتونیم یوزابیلیتی و فاندابیلیتی خودمون رو بالا ببریم. یعنی
به ما خیلی خیلی کمک میکنه که اگر چیز خاصی رو میخوایم پیدا بکنیم بتونیم یک ساختاری داشته باشیم که خیلی راحت تر پیدا بشه و قابل استفاده تر باشه در از ما اپلیکیشن و محصول ما. و این کار با چه کاری انجام میده؟ به وسیله تسک ها. یکی از کارهایی که برای یوزابیلیتی تستینگ انجام میدن، بیشترین چیزی که راجبش حرف میزنن همین قسمت اول، یعنی میگن توی بحث منوها و نویگیشن ها، در صورتی که توی بحث معماری اطلاعات شما میتونی اوضاع معمار اوضاع رو بهتر بکنی که چه چیزهایی باید منوی اصلیت باشه، چه چیزهایی باید ساب منو باشه، اینکه کلن سایت مپ وبسایتت یا اپلیکیشن با چه شکلی باشه، کاربرت از کجا بره به کجا برسه، چه اتفاقایی براش بیفته، شما کانتنت تایپ های مختلف داشته باشید به وسیله معماری اطلاعات. یعنی بگید که یوزر های شما مثلا برای یک سفر کوهنوردی که میخوان برن و شما دارید تور این کوهنوردی رو بهش میفروشی، در مرحله اول ممکنه راجب دستینیشناش ببینه چه چیزهایی هستش، در دستینیشناش کجاست، بیاد ببینه راجب چه وسایلی باید بخره براش، مثلا کفش میخواد، فلان میخواد، بیسار میخواد. در مرحله بعد موقعی که نزدیکش میشه یه چکلیست میخواد که بگی که آقا اینو دارم با خودم میبرم، اینو دارم با خودم میبرم، اینم با خودم. در مرحله آخر باید سیفتی وارنینگ ها رو بهش بده. یعنی حتی میتونین کانتنت تایپ های مختلف راجع به یک موضوع رو به وسیله مموری اطلاعات در بیارین. نیوز تاپیکاتون، این که اخبار مختلفتون رو که موقعی که میخواید بدید به آدم ها چجوری نمایشش بدید، چجوری دستبندیش کنید، کدوم ها رو با اهمیت بکنید، سرچ ریزالتاتون، فرمت های مختلف سرچ ریزالتتون رو چجوری بچینید به آدم ها نشون بدید و خیلی خیلی کارهای دیگه، فیلترهایی که دارید، نمایش فیلتراتون در مثلا سمت راست یا چپتون کدوم بالاتر باشه، کدوم پایین تر باشه، کدوم دیتیل های بیشتری داشته باشه، کدوم دیتیل های کمتری داشته باشه. تمام این کارها رو شما ببخشید، شما میتونید با کارت سورتینگ انجام بدید. کارت سورتینگ یکی از روش هایی هستش که در معماری اطلاعات وجود داره و همش نیستش در اصل. این رو در نظر داشته باشید که توی معماری اطلاعات انقدر بزرگه که خودش میتونه یک کورس دکترا باشه و ساعت‌ها میشه راجبش صحبت کرد. اما میگم ما اینجا فقط میتونیم یه بخش خیلی خیلی کوچیکش راجبش صحبت بکنیم. کارت سورتینگ اینجوریه که شما شروع میکنید تسک هایی که وجود داره، انواع تسک هایی که هستش رو شروع میکنید نوشتن، تسک های مختلف رو روی کارت های مختلف می نویسید و بعد این کارت ها رو در اختیار اون کسی که اومده تست بشه قرار میدید و میگید اینو دسته بندی بکنه. موقعی که شروع میکنه اینو دسته بندی کردن، میبینه این برای این دسته است، اون برای اونه، شروع میکنه اینا رو گذاشتن، دسته هاش در میادش. موقعی که دسته هاش در اومد، ازش خواهش میکنید که برای دسته هاش اسم بنویسه. اسم دسته رو تعیین میکنه و بعد شما به عنوان ناظر فقط تنها کاری که میکنید به این نوع نظارت میگن over the shoulder testing، فقط باید میسید بالا سرش و راهنماییش میکنید که هدفش رو انجام بده. وسط کار هیچ راهنمایی نمیکنید که نه 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 اینو اشتباه گذاشتی بذار اونجا یا از این حرفا، فقط میخواید ببینید که مشتریتون یا یوزرتون چی کار میکنه، چجوری دسته‌بندی میکنه. این کار کمک میکنه که ذهنیت مشتری خودتون رو بهتر بشناسید. خود کارت سورتینگ رو میتونیم یه چیزی نزدیک به یک ساعت دو ساعت رو صحبت بکنیم. توی کارتاتون باید چه چیزهایی نوشته بشه، حواستون باشه که اگه خیلی خلاصش رو بخوام بهتون بگم، تعداد کارتاتون بیشتر از 50 تا نباید باشه. اگه 50 تا بودش حتما دو تا سشنش بکنید، چون آدمو خسته میشن بیشتر از اون بخوام ببینم. روش حتما باید جمله باشه، نه سوال، نه چیزهای مختلف، جمله است که یک تسکی رو میگه. مثلا اطلاعات بیشتر راجع به گلایول میخوام بگیرم، میخوام یک گل سفارشی درست بکنم، میخوام به سبد خریدم اضافهش بکنم، نمیدونم رنگ گلمو میخوام انتخاب بکنم، سایز سبدمو میخوام انتخاب بکنم، اطلاعات بیشتر راجع به نگهداری کاکتوس میخوام داشته باشم. جمله ها اینجوریه و اینها رو شروع میکنید نوشتن و بعد میفهمید کدوم مطالبی هستش که باید
به صورت مطلب گفته بشه، تو بلاگ بره، کدوم ها باید به صورت فیچر بیا تو دل صفحه‌ای که پرادکت دیتیل وجود داره اونجا نوشته بشه و و و چیزهای مختلف. یه چیز دیگه که در نظر بگیرید توی جلسه های کارت سورتینگ که دارید، حتما کارتتون رو بر بزنید، حتما کارتتون پشت سر هم نباشه، تو جمله هایی که استفاده می کنید کلمات تکراری نداشته باشید، با خاطر اینکه وجود کلمات تکراری مثلا مثل اسمام، همین اسم گلایی که داشتم گفتم، اگه سه تا کاکتوس داشته باشه اکثر مواقع آدم ها اون سه تا کاکتوس میذارن زیر یه دسته. حواستون باشه اسمای تکراری نداشته باشه، توش کلمات تکراری نداشته باشه، جمله های تکراری، فریز های تکراری نداشته باشه، غلط دیکته ای نداشته باشید توش، خیلی نداشته باشید توش، آدم ها درگیر این چیزها میشن و اون فعالیت اصلیتون از بین میره. و خیلی خیلی دیتیل میشه راجع به کارت سورتینگ صحبت کرد، حالا اگه هر سوالی چیزی داشتید بپرسید، حتما در خدمتتون هستم. یکی از روش هامون کارت سورتینگ، یه کارت سورتینگ به ما کمک میکنه که معماری کلیمون رو در بیاریم، بدونیم صفحه های مختلفمون که این فیچرها رو داره کجا قرار میگیره، چجوری به هم وصل میشه، و حالا که فهمیدیم تقریبا این صفحه ها چجوری به هم وصل میشه، وقتشه که بیایم و اون فیچرهای خودمون دستبندی بکنیم. دستبندی کردن فیچرهامون موقعی که میخواستیم ریلیزش بکنیم یا موقعی که میخواستیم بسازیمش، قبلا اینجوری بودش که میگفتیم که این فیچر مهمه، این یک، این فیچر مهمه، اینم یک، اینم یک، این دو، این سه. و بعد موقعی که یک دو سه رو میدیدیم به عنوان کسی که پروداکت اونر بودیم و محصول رو داشتیم، همیشه درگیر این بودیم که با همشون خیلی خیلی تاثیرگذار. تا یه مقاله راجع به این موضوع نوشته شد به اسم Obvious, Easy و Possible. موقعی که راجع به طراحیش The Obvious, The Easy, The Possible اسم مقالش اینه دقیقا، میاد راجع به این صحبت میکنه که میگه که آقا موقعی که توی اون صفحه میخواید این فیچرهای خودتون رو نشون بدید، مثل همون دیجیکالاه، چجوری بگید که این فیچر میجر فیچر همه، اینا ساب فیچر همه، اینها یوتیلیتی فیچر همه. اولین کاری که باید بکنه هستش که میجر فیچر شما obvious ترین چیزی باید باشه که کاربرتون میتونه انجامش بده. همین الان چشتون رو ببندید، چشتون رو باز کنید، اولین چیزی که میبینید چیه؟ یا کامپوزه یا ایمیل های نخونده شده است. یک پلتفرمی که کار ایمیل نده به جز این دو مورد کار دیگه اصلا نباید انجام بده و نمیتونه انجام بده. بنابراین اینها که میجر فیچرش هستش obvious ترین چیزیه که شما میبینید. در مرحله بعدیش یک سری چیزها ایزیه که انجام بشه، مثل اینکه اینا رو لیبل دار کنید، ستاره دار بکنید، عضو چیز خاصیش بکنید، و تمام اینها کمک میکنه که شما میجر فیچر خودتون رو راحت‌تر انجام بدید. و یک سری چیزها پاسیبله ولی همین جلو ما نذاشتن، روی این ستینگی کلیک میکنید میرید یه اتفاقی میفته. اینستاگرام رو در نظر بگیرید، obvious ترین چیز چیه؟ پسته. بعد شما میتونید برای این پست لایک کنید، چک کنید، نمیدونم کامنت بذارید، تمام این کارها، اینها ایزیه، میتونید به راحتی انجامش بدید. و یک سری چیزها پاسیبله، مثلا طرفو بلاک کنید، بگید بیشتر از این پست نشونم بده، دیگه نشونم نده، تمام اینها. اینها چیزی خاطر این برید نمیرید تو اینستاگرام بگید بلاک 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 بلاک، در صورتی که شما میرید پست ببینید، پست ببینید، پست ببینید. پس این خیلی خیلی کمکتون میکنه که موقعی که فیچرهای مختلفی دارید چجوری دسته‌بندیش بکنید. اما یه چیزی که توی دسته‌بندی فیچرها در نظر داشته باشید، ریلیز کردنش و ساختنش و فاز بندی کردنش. ما معمولا به این نقطه که میرسیم خیلی خیلی دیزاینی بهش نگاه میکنیم، یعنی میگیم که این یه فیچر خیلی مهمیه، ما رفتیم یوزر پرسونامون رو در آوردیم، اپمون رو در آوردیم، از دل فیچرامون رو در آوردیم، فهمیدیم که این یه فیچر خیلی مهمه، به بکلاگ هم حتما باید اضافه بشه، خیلی خیلی سریع شروع بشه به انجام شدن. اما یه چیزی رو یادمون میره که ما یه بیزنس استراتژی هم داریم، اون استراتژی بیزنسمون به ما میگه که این فیچره الان نیاز هست در این فاز بیادش یا نیادش، و اولویت اول با بیزنسه نه با این پروسی دیزاینی که ما داریم انجام میدیم. چرا؟ چون ممکنه بیزنستون بگه که قربونت برم، ما الان یه ماشینی هستیم که داریم میریم توی دره،
و یوزر اکسپریانس تو موقعی که بهترش میکنه اینه که تعداد مسافراشو بیشتر میکنه، حال بهتری هم میده و ما فقط سریعتر داریم میریم توی اون دره. بنابراین حتی بعضی موقع ها یک جاهای شما نباید محصولتون رو بهتر بکنید، بعضی موقع ها شما باید یک چیز دیگه بسازید، بعضی موقع ها با ایمپروف کردن محصولتون ضرردهی بیزنستون که هستش هی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و باعث میشه که فقط زودتر از بین بره کسب و کارتون. بنابراین همیشه حواستون باشه موقعی که پرایوریتایز میکنید که چه چیزی به محصولتون اضافه بشه یا ازش کم بشه، بیزنس رو فراموش نکنید، چون اکثر مواقع دوستان بیزنس رو فراموش میکنن، محصول رو درست میکنن یا تغییر میدن یا اتفاقای شبیه به این و بعد اتفاقای خیلی بد بعدی براشون میفته. یکی از چیزایی که توهمای دیگه که اینجا وجود داره اینه که هوم پیج مهمترین صفحه وبسایت شماست. اینو تو خیلی از بیزنس‌ها و استارتاپ‌ها و اینها من دیدم، آها هوم پیجمون خوب باشه دیگه ترکونیم دیگه همه چی اوکی و فلان اینا. الان کاربر چجوری میاد تو کسب و کار شما؟ یک سرچ. موقعی که سرچ میکنن آیا هوم پیج شما رو پیدا میکنن؟ نه، داره راجع به مطلب دیگه ای سرچ میکنه، بلاگتو اکثرا پیدا میکنه یا مطلبی که توی صفحه محصولت راجع به اون محصول نوشتی رو پیدا میکنه، برای تو هوم پیجت نمیادش. ایمیل براش فرستادی، اگه ایمیل فرستادی یعنی یه کمپین ایمیلی داری، یعنی باید بفرستیش روی لندینگ پیج. بنابراین موقعی که میفرستیش روی لندینگ پیج، معمولا لندینگ پیج اگه هوم پیج داری اشتباه میزنی دوست عزیزم، کلا باید لندینگ پیج داشته باشی که بیادش و قانعش بکنه که اون کار رو انجام بده، حالا یا ایمیلش رو بده یا محصولش رو مثلا بفروشه یا انواع ایمیل بگیره یا نمیدونم یا ای بوک دانلود بکنه ایمیل به جاش بده، انواع کارا مختلفی که وجود داره توی لندینگ پیج. اگه از سوشال مدیا داره میاد، باز داره میاد روی لندینگ پیج. اگه داره از SMS میاد، باز لینکی که داری باز میادش روی لندینگ پیج. یعنی اکثر کارهایی که ما توی دیجیتال مارکتینگ میتونیم انجام بدیم، اگه داری دیسپلی اد رفتی، CPC رفتی، تمام کارهایی که شبیه به این هستش رفتی، پول دادی، باز داری میاریش روی لندینگ پیج، باز روی هوم پیج نمیاریش. اما این به این معنا نیست که هومپیج هم صفحه مهمی نیست، به این معناست که تمام صفحات شما به یک اندازه مهم هستن و این توهم از ذهن خودتون بریزید بیرون که هومپیج مهمترین صفحه شماست. یه توهم بعدی که وجود داره اینه که یوزرها بهترین انتخابات رو انجام میدن. یوزرها بر اساس احساسشون انتخاب میکنن، نه بر اساس منطق خودشون. موقعی که من از شما بپرسم چه نوع قهوه دوست دارین، اکثرا شما برمیگردید میگید قهوه تلخ دوست دارم، ولی همین ما بالا میشیم میریم کافی شاپ و موکا سفارش میدیم. چرا؟ چون لحظه حالمون جوریه که یه سه شیرین دوست داریم، دوست داریم مثل تلخ نخوریم. این همه جا هستش توی بحثای نیرو مارکتینگ که میرن، خیلی بحثاش به دیتیل میشه. یه مثالش اگه بخوام براتون بزنم، یه فرودگاهی بوده که توی این فرودگاه که نکته بعدی ما هم در از هستش، اینکه هر تعداد هر چقدر ما فیچرامون و آپشنامون رو بیشتر بکنیم، آدم ها اون رو بیشتر دوست دارن، در صورتی که اینجوری نیستش. آدم ها دوست دارن که انتخاب داشته باشن چون احساس میکنن که تحت قدرت خودشون هستش، ولی تعداد آپشن زیاد باعث میشه که اذیت بشن و از بینش نتونن درست انتخاب بکنن و نزدیکترین چیز به اون ایدئال خودشون رو انتخاب بکنن. مثالی که داشتم میگفتم این بودش، توی یک فرودگاه دوتا مغازه این هم، مغازه اول 17 مدل ترشی و مربا و اینها داشتش، مغازه دوم 7 تا از اون 17 تا رو داشتش. دوربین فرودگاه که فیلم میگیره، آدم ها میرن اول تو مغازه‌ای که آپشن زیاد دارن، 17 تا آپشن دارن، نگاه میکنن، میان بیرون، از اون 7 تا خرید میکنن، میرن. اکثر مواقع موقعی که تعداد آپشن ها، تعداد فیچر ها، تعداد کارهایی که میتونیم بکنیم اینقدر زیاد میشه که آدم ها گیج میشن و نمیدونن باید چی کار بکنن و نیاز به یک راهنما داره که بیادش و کمکشون بکنه. اینو خانوما خیلی زیاد دیدن موقعی که این مغازه‌ای که یه دیوار لاک از کنارش رد میشن، همشون جذبش میشن، همشون میدونن میرن تو لاک‌های مختلف شروع میکنن امتحان کردن و بعد آخر هیچی نمیخرن میان بیرون. یا اگه لاکی هم میخرن، نزدیکترین چیز به اون رنگی که ایدئالشون بوده هیچ وقت نمیتونن درست تصمیم بگیرن.
اینو تو گیم ها هم ما داریم. موقعی که یک گیمی شروع میشه اینقدر فیچر داره و اینقدر کار باید بکنه که معمولا یک گاید داره، دست طرفو میگیره میگه بیا اینو کلیک بکن، اینو بزن، این ساخته شد، دیدی اینم امتیازت اینجوری اضافه میشه، اینجوری میشه، برای اینکه این کارو کنی این کارو کن. یعنی اینقدر فیچر داره که نمیتونه همون اول تو محیط ولش کنه، رهاش بکنه و باید دستشو بگیره، بهش راهنمایی بکنه، بگی که این کارو بکن، اون کارو بکن، این اتفاق میفته. و میرسیم به بحث یوزر فلو. تا الان فهمیدیم که کاربرامون کیا هستن، از این کاربرا چجوری میان از محصول ما توی اون سفرشون استفاده میکنن، بر اساس اون فیچرهای ما در اومدش، فیچرهای ما که در اومدش اولویت بندیش رو در آوردیم، بر اساس اون اومدیم معماری اطلاعاتمون رو در آوردیم و میرسیم به یوزر فلومون. حالا توی این یوزر فلومون ما میایم تلاش میکنیم که بفهمیم که کاربرمون از کجا شروع میکنه، به کجا میره، چه اتفاقایی براش میفته. یه نکته که توی یوزر فلو در نظر بگیرید همیشه اینه که یوزر فلو هاتون رو بر اساس پرسونا هاتون حتما بسنجید. یوزر فلو ها برای چی هستن؟ یوزر فلو ها برای این موارد هستن. یک، جرای لوپ ها رو بگیرید. موقعی که یک لوپی وجود داره آدم ها میافتن توش، شروع کنن اون کارا رو انجام دادن و ممکنه که به اون نقطه نارضایتی برسه که دیگه از اپلیکیشن شما یا وبسایت شما استفاده نکنه. بنابراین یک راه خروج سریع از لوپ براش بذارید یا لوپ هاتون رو دلانگیز تر کنید. نکته بعدی اینه که مثلا میبینی یه مرحله، دو مرحله، سه مرحله، چهار مرحله رفته جلو و اگه من یه دکمه همین مرحله اول میذاشتم، این چهار تا نیاز نبوده که باشه، میتونم اینها رو حذف بکنم از دلش. بنابراین یوزر فلو ها این کمک ها رو به شما میکنن، کمک میکنن کاست ساخت اپلیکیشنتون بیاد پایین تر، ببینید تمام صفحات رو براش دیدید یا نه، ولیدیشن ها رو دیدید یا نه، تمام اتفاقاتی که میفته. و توهم بعدی، آدم ها اونجوری که باید از محصول شما استفاده میکنن، یعنی شما محصول تو یه جوری دیدی دیزاین کردی و آدم ها این همون میان از محصولت استفاده میکنن. این معروف ترین عکسیه که واسه یوزر اکسپریانس و دیزاین هستش، معمولا هم همه جا پخش میشه، این دوتا تایتل هم همه جوره عوض میشه، اما واقعیت همینه. یعنی دیزاینر اومده گفته آقا این چارچوب معماری شهری از اینجا بیا رد شو فلان اینها، ولی آدم ها موقعی که واقعا دارن از اون سیستم استفاده میکنن، دارن جور دیگه ای استفاده میکنن. تایتلی که اینجا وجود داره تایتل مناسبی نیستش، واقعا تجربه کاربری این طرف این نیستش، ممکنه از اینجا رد شده باشه، ولی اینکه تجربهش خوبه بده، داره چه اتفاقی براش میفته، اصلا به خاطر اینکه این فضایه اگه همینجا چمنش بیشتر بود باز هم همین اتفاق میافتاد یا نه، باز به اون دیزاین، اتفاقا به اون یوزر اکسپریانس دیزاین شما برمیگره که اینجا رو چجوری طراحی کردید که آدم مجبور از این نقطه بره یا از این نقطه نره. ولی کل این حرفا این هستش که تمام این کارا رو میکنیم، آخر روز اگه تست نگیریم، اگه سنجه‌ای برای تستمون وجود نداشته باشه، اگه کی پی آی نکرده باشیم، هیچ جوره نمیتونیم به دیزاینی که کردیم، یوزر اکسپریانس دیزاینی که کردیم درست هستش یا درست نیستش. از این مورد میگذرم، میرم روی ماژولار دیزاین. از اینجا به بعد دیگه تقریبا به سمت یو آیمون داریم میریم و به سمت یو آیمون داریم نزدیک میشیم. یه بحثی که اکثرا راجبش صحبت نمیشه و متاسفانه خیلی بحث خوبی هستش، ماژولار دیزاینه. اینه که همونجور که برنامه نویسی خودتون رو ماژولار انجام میدید، تیکه تیکه هستش، دیزاین خودتون رو هم میتونید به صورت ماژولار انجام بدید. بحث این داستان از زمانی به وجود اومد که یک پیرمردی، تقریبا میان سال بود، پیرمرد نمیشه گفت، همیشه کار کدینگ انجام داده، دیولپر بوده، همیشه کداشو میزده به مشتریاش تحویل میداده، مشتریاش هم هیچ وقت نمیفهمیده که چه اتفاقی داره میفته. این دوستمون مجبور میشه که بره تو یاهو کار بکنه، کسی که اسم اکس رو به وجود آورد. موقعی که میره تو یاهو میبینه که نه بابا، اینجوری نیستش که هر کدی زدم هر اتفاقی افتاد افتادش، برای هر چیزیشون اینها قاعده دارن، قانون دارن، مثلا سرچ رو یه بار نوشتن دیگه، تو فقط همونو مجبوری استفاده بکنی و یک جوری دیگه ازش استفاده بکنی.
بنابراین اومد یک چیزی رو درست کرد به اسم اکس مکس اسمک اس ام ای سی اس اس در اصل اس مکس بهش میگن. همزمان با اون اتمیک دیزاین هم یک فرد دیگه شروع کرد کارش رو انجام دادن و توی اتمیک دیزاین میاد میگه آقا تمام المان هایی که شما توی تصویر میبینید از اتم تشکیل میشه. اتم های شما کنار هم قرار میگیره مولکول میشه، مولکولاتون ارگان میشه، ارگاناتون تمپلیت، تمپلیتتون هم پیجاتون. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من اونجایی که اینپوت دارم اطلاعاتم وارد میکنم یه دونه اتمم، دکمم، دکمه سرچم یه دونه اتممه، تایتلی که تیتری که بالای این قرار میگیره یه اتممه. با کنار هم قرار گرفتن این سه تا اتم من میتونم یه مولکول داشته باشم، مولکول سرچم. حالا این مولکول ها رو که کنار هم قرار بذارم، قرار بدم، میتونم اینجا بیام سرچ داشته باشم، نویگیشن داشته باشم، آیکون داشته باشم. اینها مولکول های مختلفی که کنار هم قرار گرفته و اومده و یک ارگان رو به وجود آورده، ارگانی به اسم هدر رو. حالا اگه من میام ارگان های خودم رو کنار هم قرار بدم، یعنی یه هدر دارم، یه قسمت اولیه دارم، یه قسمت اباط دارم، تمام اینا رو کنار هم بدم، تمپلیت هم میشه. اگر کانتنت هم رو بریزم توی این تمپلیت ها، عکس بذارم، فیلم بذارم، متن بذارم، باعث میشه که پیج های من به وجود بیادش. یعنی شما مثلا برای یک صفحه بلاگ یک تمپلیت درست میکنید، تمپلیت اولیتون رو که درست کردید، حالا کانتنت های مختلفی میتونه بره توی دل این بشین. این نوع طراحی رو بهش میگم ماژولار دیزاین. ماژولار دیزاین خیلی خیلی به شما کمک میکنه که شروع نکنید کاری که قبلا بقیه کردن رو دوباره بکنین، کداتون تکراری بشه، هر جا دکمه هاتون یه شکل باشه، یه جا گرد باشه، یه جا صاف باشه، یه جا بک‌گراند داشته باشه، یه جا نداشته باشه، یه جا آبی باشه، یه جا سبز باشه، و همه اینها رو کمکتون میکنه تا بتونید محصول بهتری داشته باشید. بعدی این هستش که شروع کنید وایر فریمینگ کردن. الان رسیدیم که مشکل رو در آوردیم، ایده اولیه براش در آوردیم که باید چی کار بکنیم، بعد بیام یک پروتوتایپ، یک نمونه اولیه براش درست بکنیم که اینجا وایر فریمینگ و پروتوتایپینگ محضش به وجود میادش. توی بحث وایر فریمینگ ما دو مدل وایر فریم اول بهش میگن لو فیدلیتی وایر فریمز، وایر فریم دوم بهش میگن های فیدلیتی. توی لو فیدلیتی وایر فریم ها شما میتونه از اسکچ دستی گرفته تا خیلی خیلی سریع کشیدنهای خیلی خیلی سریع بیاید رو یه دونه محصول رو داشته باشید. فرض کنید رو ورق شروع کنید، بگید آقا اینجا منو قرار میگیره، اینجا بنرش قرار میگیره، چیزهای شبیه به های فیدلیتی ها. هرچی از این لو به سمت های میره جلوتر، دیتیل ها توش بیشتر میشه، رنگ ها میادش توی دل بازی، فوند ها میادش، لیات ها از حالت فعلی که وجود داره ممکنه بک‌گراند بهش اضافه بشه و اتفاقهای مختلفی براش بیفته. توی لو فیدلیتی فقط شما دارید میگید توی این صفحه این فیچرها وجود داره و اینها مهم هستش که باشه، اونقدر روی نمایشش تمرکز نمی کنید. اما توی های فیدلیتی ها هم روی لیات ها تمرکز میکنید، هم روی نمایشش تمرکز میکنید، هم روی این تمرکز میکنید که رنگ ها کنار هم چجوری میشینه، چجوری نمیشینه. آره کشن وجود داره، اما بیشتر برای پروتوتایپینگ استفاده میشه، یعنی بحثی که به های فیدلیتی نزدیک میشه و ما میایم راجع به پروتوتایپینگش حرف میزنیم. حالا پروتوتایپینگش در مرحله اولش ساده ترین حالتش اینه که میتونه از همین اسکچ دستی استفاده بشه، در مرحله بعد میتونه از یک سری تول های دیگه استفاده بشه که اینجا هنوز لو، تقریبا بالزامیک میتونه باشه، دقیقاً این دیزاین میتونه باشه، حتی کینوت و پاورپوینت هم میتونه باشه. یعنی شما حتما نیازی نیست از یک اپلیکیشن خاصی استفاده بکنید. توی کینوت و پاورپوینت خودتونم میتونید هیت مپ تعریف کنید و بگید موقعی که روی این قسمت از دیزاین کلیک کردش بره اسلاید شماره فلان. بنابراین خیلی خیلی کمکتون میکنه که کاربرا سریع بتونن بین صفحاتون سویچ بکنن. اما واسه استوری بوردینگ اپ ها، اینها اپلیکیشن هایی هستن که علاوه بر اینکه شما فقط میگی اینو کلیک کرد رفتش اینجا این اتفاق افتاد، بهت انیمیشن هم
اضافه میکنه. یعنی میتونی بگی که با موشن اسلاید شدن برو، با موشن واز شدن یه ریویل شدن یه چیزی برو. بین اینها این ویژن رو من خیلی بهتون پیشنهاد میدم که فیلتر برای ایران، حتما با VPN کار بکنید، ولی کلی امکانات بهتون میده. یه تریلو تو دل خودش برای خودش داره، توی طرح‌ها میتونین کامنت بذارین، طرح‌ها رو حتی میتونید ببینید که انجام شد یا نشدش. خیلی امکانات مختلف و جذابی رو بهتون میده، حتی یه سری تول داره بهش اضافه میشه که میتونه حتی کد CSS هم به بعضی از جاهاش کدای CSS و اینها رو هم بگه. و مدل پروتوتایپینگ بعدی استفاده کردن از HTML CSS و جاوا اسکریپت، یعنی که اول از همه اصلا شروع کنید کد کردن ولی سایتو داینامیک درست نکنید، سایتو استاتیک درست کنید. این کار یه مقداری زمانگیره در مراحل اولیه، یه مقداری نالج کدینگ میخوادش، تا اینجا هیچ نالجی نمیخواست، یعنی شما عکس ها رو فقط نیاز بودش که داشته باشید، روی عکس های قسمتش رو انتخاب بکنید و یه اتفاقی بیفته. اما اینجا نالج کدینگ میخوادش، یه مقدار زنگیر تر هستش، یوزرتون که دارید ازش تست میگیرید کاملا لایو ویوش رو میبینه، علاوه بر اون یک اگر این طرحتون عکس به خریدتون خیلی خیلی نزدیک باشه، اکثر کارهای کدینگش رو اینها رو دیگه شما انجام دادید، فقط با یه تغییر کوچیک میتونید سریعتر بهش برسید. چند تا توهم کوچیک دیگر رو میگم و جلسه رو با هم میبینیم. یکی از چیزهایی که داریم اینه که آدم ها توی وب چیزی نمیخونن، خواهشن انقدر تمرکز نکنید روی اینکه متن‌های بلند و طولانی و اینها بنویسید. آدم‌ها اول از همه عکس رو می‌بینن، عکس براشون جذاب بود تیتر رو می‌خونن، تیتر جذاب بود پاراگراف اول رو می‌خونن و همینجوری میرن جلو. ما یه چیزی داریم به اسم قیف برعکس توی روزنامه نگاری، یعنی میگه که فلانی مرد در شبی بارانی، فلانی مرد طبق خبرگزاری فلان در شبی بارانی، نمیدونم در حومه فلان فلانی مرد، و همینجوری بازش میکنه. سعی کنید مطالبی که توی اینترنت می‌نویسید به این شکل باشه. توهم بعدی که وجود داره اینه که آدم‌ها اسکرول نمی‌کنن، بنابراین صفحه‌ای که می‌سازین خیلی لانگه، آدم‌ها تا اون پایین نمی‌رن، یه اتفاقات می‌افته. در صورتی که همین الان گوشی خودتون رو ببینید، تلگرامتون رو می‌خواید چک کنید، کانتاکتتون رو می‌خواید چک کنید، کال لاگتون رو می‌خواید چک کنید، عکساتون رو می‌خواید ببینید، حتی اونم برعکس اسکرول می‌کنید، سوشال مدیاتون رو می‌خواید چک کنید. دالین کاستیمو این که پایین تر چه چیزی وجود داره و خیلی خیلی فرق کرده با زمان‌های قدیمی که ما طراحی می‌کردیم. بنابراین اسکرولینگ اونقدر الان دغدغه آدم ها نیستش. یکی از توهم های دیگه که وجود داره اینه که دیزاین کردن به این معناست که یه کاری بکنیم که وبسایت خوشگل تر بشه. خوشگلی حتما ملاک نیستش، مثل همون مثال اول جلسه که براتون توضیح دادم، داستان میمونه، اون کار میمونه میتونه خوشگل ترش بکنه ولی اون زدن قدش برای اون کسی که داره فاکتور میزنه خوشگلی محسوب نمیشه، فقط یه نوتیفیکیشن روی مخ محسوب میشه. در است یه توهم دیگه وجود داره، حتما باید اورجینال باشه. نه، شما بنچمارکینگ میتونید بکنید، میتونید نمونه های کیس استادی های خیلی خیلی موفق رو ببینید، از اونها استفاده بکنید و اون رو بهترش بکنید، اون رو بومی سازیش بکنید. حتما نیازی نیست چرخ رو از اول اختراع بکنید. اینکه دیزاین خوب، نباید به دیتیل ها اهمیت بدید، در صورتی که اصلا دیزاین خوب زمانی خوبه که انقدر به دیتیل ها اهمیت دادید که طرف احساس نکنه که این چیز دیزاین شده و خیلی خیلی راحت بتونه باش هر کسی که باشه ارتباط برقرار بکنه. یه توهم دیگه که وجود داره اینه که تک تک این شو تست ها میره میاد، میگن که کلهم باید این سفر رو ریدیزاین کنیم، بهتر کنیم، یه چیز دیگه درست بکنیم. یه کنفرانسی بودش توی سال 2015 اگه اشتباه نکنم، پروداکت دیزاینر چیز اومده بود، اتسی اومده بود و داشت راجع به 6 ماه دیزاین کردن یکی از صفحه های پروداکتش صحبت میکرد و میگفت در این 6 ماه گذشته ما 62 بار این سفر رو تغییر دادیم، ولی کل سفر رو تغییر ندادیم، فقط 2 پیکسل اینو بزرگتر کردیم، دکمش رو سرش گرد کردیم، کروش رو بیشتر کردیم، نمیدونم تکسر رو آوردیم پایین، اون رو بردیم بالا. در این حد تغییرات داشتن انجام دادن.
برای اینکه ببینید کاربر چجوری از اپلیکیشن شما یا وبسایت شما استفاده میکنن، کجاشو باید تغییر بدید، کجاشو نباید تغییر بدید، تول های مثل آنالیتیکس و گوگل آنالیتیکس و اینا خیلی کلیات میگن اینکه فلو یوزر کجاست، کجا میره، باونس ریتش چقدر، چقدر تو صفحه میده. راجب خود صفحه به شما اطلاعات نمیدن. برای اون دو تا تول وجود داره، یکی هاجار، یکی هم کریزی اگ، اگه اشتباه نکنم یکی هم هاجار، هاجار که گذاشتم. این دو تا تول خیلی 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 به شما کمک میکنه که دیتیل ها رو ببینید روی صفحتون، ویدیوش رو نشونتون میده، میگه چه سیستم عاملی بوده، یوزر کی بوده، کجا کلیک کرده، موسش چجوری حرکت کرده، چقدر اسکرول کرده، چقدر اسکرول نکرده. کل اینها رو میتونید تست بگیرید، میتونید ببینید کاربرتون واقعا واقعا از صفحتون چجوری استفاده میکنه. یه مشکل دیگه که وجود داره اینه که اگه آمازون این کار رو کرده، منم دقیقاً باید همکار کنم. اگه دیجیکالا دقیقاً این کار داره میکنه، منم دقیقاً باید همکار بکنم. یوزر پرسوناهای دیجیکالا، کاربراش، مدل استفاده کردنش، مدل کامیونیکیشن کردنش، حتی ممکنه مدل بیزنسش با شما زمین تا آسمون فرق کنه. چون ای کامرس قرار نیستش که هر کسی که ای کامرس بودش دقیقاً همون کار رو بکنه. شما بر اساس یوزرهای خودتون این کار رو انجام بدید. خسته نباشید، ببخشید من از وقتم هم رد شد، از اون برم معذرت میخوام که یه مقداری دیرتر سمینارم شروع شد و آپلود سلاید و طول کشیدش. امیدوارم که جلسه خوبی بوده باشه و خسته نباشید، روزتون هم خوب باشه، خدافظ.